کوها دوخته‌ام دیدگان خود را که اعانت من می‌آید از آنجا، یاری از سوی او خداوند امین، او که هست خالق آسمان و زمین. نگذار از خدا که به لغزت پایم، او هرگز نخواهد حمایت کندم، آسیب نرسانم روز به ما افتاد، گردن به کوها دوخته‌ام دیدگان خود را که اعانت من می‌آید از آنجا، یاری از سوی او خداوند امین، او که هست خالق آسمان و زمین. نگذار از خدا که به لغزت پایم، او هرگز نخواهد حمایت کندم، آسیب نرسانم روز به ما افتاد، گردن سلام دوستان، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. حالتون چطوره؟ امیدوارم که سالم و تندرست بوده و هفته شاد و موفق را پشت سر گذاشتید و در این ساعت با خاطری آسوده و قلب و ذهنی باز آماده اید تا خداوند از این طریق، یعنی صدای رادیو آرامش، با شما گفتگو کرده و آن آرامش و امید الهی واقعیش را عطا بفرماید. من هم خیلی خوشحالم که این ساعت در خدمت شما هستم. هفته بسیار خوبی را داشتیم، چرا که بسیاری از شما با تلفن‌هاتون به من ابراز محبت نمودید و فرمودید که چقدر این موضوع بخشش برای شما مفید و جالب بوده و چقدر خداوند به شما آرامش روح و امید تازه‌ای بخشیده. خدا را شکر. هدف و منظور ما در رادیو آرامش هم همینه که کلام خداوند را با هم مطالعه کنیم تا در سختی‌ها و دشواری‌های این زندگی شلوغ و پرتلاطم بتونیم به آنها مراجعه و توکل کنیم تا راهنما و سرمشقی برامون باشند. دوستان، چنانچه مایلید نظراتتون رو راجع به برنامه‌هایی که میشنوید با من در میون بگذارید
یا علاقمندی تا سی دی های برنامه های ما را به طور رایگان دریافت کنید، یا اگر مایلید که کتاب مقدس انجیل و کتاب های مختلف دیگه ای داشته باشید، با من با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشم که بتونیم با هم گفتگویی داشته و نظراتتون رو راجع به برنامه های رادیو آرامش بشنوم. بعضی از شما گلمند این مسئله هستید که بعد از اتمام برنامه تماس میگیرید ولی تلفن ما اشغاله. حق با شماست، من مجبورم بعد از هر برنامه با عزیزانی که تماس میگیرن صحبت کنم، اما شما محبت کنید شماره خودتون رو بگذارید تا من با شما تماس بگیرم، یا لطف کنید و در روزهای دیگه هفته تماس بگیرید تا بتونیم با هم صحبت کنیم. خیلی ممنونم از بابت لطف و محبتی که به ما دارید و از بابت توجهتون به این مسئله خاص. این هفته صحبتمون رو راجع به بخشش دیگران ادامه میدیم. قبل از هر چیز اجازه بدید تا از شما سوالی بپرسم. آیا در هفته گذشته بعد از شنیدن برنامه ما سعی در بخشش دیگران نمودید؟ آیا آیات و تعالیمی که از طریق این رادیو شنیدید تونستن به شما هیچ گونه کمکی بنمایند؟ خوشحال میشم اگه با من تجربتون رو در میون بگذارید. شاید بتونیم برای موفقیت کامل در بخشیدن دیگران با هم دعا کنیم. همونطور که عرض کردم، تنها در دعا و کمک از روح پاک خود خداونده که ما میتونیم دیگران رو به طور واقعی و از صمیم قلب ببخشیم. فراموش نکنید که شیطان و ذات انسانی خودمون دو مانع بزرگ برای موفقیت ما در بخشش کامل افراد هستند. به این صورت که مرتب سعی میکنن که خاطرات بد را از هر راهی شده به یاد ما بیارن و به طریقی سعی به متقاعد کردن ما کنن که مثلا فلانی لیاقت بخشش تو را نداره. دوستان، این گونه افکار خواست خداوند نیست. این از طریق شیطان به ما القا میگرده. هر وقت که شما در خودتون احساس ضعف در بخشش کردید و دیدید با وجودی که برای کسی طلب بخشش نمودید، باز گاهی در خود احساس تلخی میکنید، همچنان به خداوند پناه ببرید و برای آن شخص یا اشخاص طلب برکت کنید. بله، واقعا برای آنها طلب برکت کنید. این بهترین راه مبارزه با شیطان و نفس خودمونه که سعی در ممانعت بخشش دیگران دارن. عزیزان، اجازه بدید با هم از کلام خدا راجع به لزوم بخشش قسمتی را خدمتتون قرائت کنم. این شاید جواب مناسبی باشه برای اون دسته از عزیزانی که گفته بودن من میبخشم ولی طرفم همواره مرا اذیت میکنه. ببینیم عیسی مسیح در این مورد چگونه ما را راهنمایی میکنه. از انجیل مقدس متی باب 18 خدمتتون میخونم. به این صورت هستش که پتروس که یکی از شاگردان عیسی مسیح میاد پیش ایشون و این سوال را از عیسی مسیح میپرسه. انجیل برای ما میفرماید در این هنگام پتروس پیش آمد و پرسید استاد، برادری را که به من بدی می کند تا چند مرتبه باید ببخشم؟ آیا 7 بار؟ عیسی جواب داد نه، 70 مرتبه 7 بار. آنگاه افزود وقایع ملکوت آسمان مانند ماجرای آن پادشاهی است که تصمیم گرفت حسابهای خود را تسویه کند. در جریان این کار یکی از بدهکاران را به دربار آوردند که مبلغ هنگفتی به پادشاه بدهکار بود، اما چون پول نداشت قرضش را بپردازد، پادشاه دستور داد در مقابل قرضش او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند.